سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر همراهی شما. نظامیان آمریکا در یک نشست خبری در دوشنبه درباره نتیجه های تمرین های مشترک و نظامی چهار کشور صحبت کردند که مدت 6 روز است در دوشنبه ادامه دارد. در تمرین ها با نام همکاری های منطقوی 2015 نظامیان تاجیکستان و ایالات متحده و پاکستان و مغولستان شیوه های عملکرد نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل در کشور جنگ زده فرضی را تمرین میکنند. در تمرین های ستادی نظامی که روز 16 سپتامبر شروع شد و تا 24 سپتامبر ادامه می یابد، تقریبا 200 افسر و سرباز از واحدهای نظامی آمریکا، پاکستان و مغولستان شرکت دارند. با گفته برگزار کنندگان، تمرین های ستادی برای تامین صلح عین زمان فوق العاده مهم است، زیرا گوشه های زیادی جهان ناآرام است و تلاش های صلح جویانه را طلب می کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن تبریک مردم کشور با عید قربان از آنها دعوت کرد به یتیمان و مردمان محتاج و دستنگر کمک کنند. در پیام رسمی رئیس جمهور که از طریق تلویزیون های دولتی تاجیکستان روز 22 سپتامبر نشر شد، امام علی رحمان همچنین از تلاطم های سیاسی در جهان یادآور شد و گفت: خصوصا در شرایط تار و تیز و تند گردیدن روند جهانی شوی که بعضی قواهای ناسالم دین مبین اسلام را همچون واسطه انگیزش های سیاسی و عملی نمودن منفیت های گروهی استفاده می برند، ما را ضرور است که زیرکی و هوشیاری را از دست ندهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام ایدانش به مناسبت روز عید قربان که 24 سپتامبر در تاجیکستان تجلیل می شود از نارامی های دو هفته اخیر و عملیات بر ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده چیزی نگفت. در حمله های روز 4 سپتامبر به شهرهای دوشنبه و وحدت و عملیات بادیان در دره رامید در مجموع 14 مامور امنیتی کشته شدند. در ولایت ختلان بزرگترین ولایت پخته پروری تاجیکستان جمع‌آوری حاصل ادامه دارد و مثل معمول این کار سخت را زنان و کودکان انجام می‌دهند. با گفته مقامات امسال کشاورزان ولایت نیت دارند بیشتر از 275 هزار تن پخته جمع بیارند. بنا به آمار رسمی تا کنون در ولایت ختلان بیشتر از 60 هزار تن حاصل پنبه گرفتند. هرچند بر اساس قانون در تاجیکستان کاری کودکان ممنوع است، ولی هنوز هم دیدن بچه‌ها در پختزارها کسی را به حیرت نمی آورد. و گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. مقامات تاجیکستان و نمایندگان سازمان های بین المللی روز 22 سپتامبر در دوشنبه پاکیزگی محصولات صادراتی، تامین صحتی اهالی و رقابت پذیر کردن محصولات کشاورزی تاجیکستان در بازار جهانی را بررسی کردند. به خطری محصولات گوشتی و رستنی و موافق به معیارهای بین المللی کردن پاکیزگی و امنیت فرآورده های کشاورزی از مسئله های اصلی گفتگو در نشست دوشنبه بود که این نشست با مساعدت برنامه رشد سازمان ملل متحد صورت گرفت. تاجیکستان بعد شامل شدن به سازمان جهانی تجارت در سال 2013 عهد داد که قانونگذاری در ساحه بی‌خطری محصولات کشاورزی را اصلاح می‌کند و تا سال 2017 اصلاحات در این زمینه را به انجام می‌رساند. اصلاحات مذکور به گفته متخصصان برای راه یافتن محصولات کشاورزی تاجیکستان به بازارهای خارجی فوق‌العاده مهم است. گروه باستانشناسان تاجیکستان میگویند در ناحیه بلجوان آرامگاه باستانی را پیدا کردند که از دوران هیتالیان مانده است و یکی از دو آرامگاه این زمان در آسیای مرکزی به حساب می رود. با گفته تاتیانا فیلیمونوا رهبری هیئت باستانشناسان پژوهشگاه باستانشناسی تاجیکستان، از این آرامگاه 34 قبر پیدا کردند و گذاشتن سکه در دهان جسد عادت عهد شاهیگری هیتالیان بود که عصر 5 میلادی در قلمرو آسیای مرکزی حکمرانی میکردند. و گزارش کامل در این باره در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.